شاهنامه فردوسی و رزم رستم و اسفندیار. این شاهنامه بارها خدمتتون عرض کردم، این طبل ما و کوزه باز گرانمایه ترین اثر ادبی به زبان فارسی نوشته شده شاهنامه فردوسی است و آنچه فردوسی نمایندگی میکند تاریخ و فرهنگ و بزرگواری های چند هزار ساله ایران زمین هست. این صحیح هست که فردوسی عرض کنم که علاقی داشته به بعض شخصیت ها و اساسا انگیزش علاقه به ایران زمین و مهد فوق العادش و عدم تحمل حقارت این مردم بوده اینها، اما در اصل داستان ها همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم دخل تصرفی نفرموده این استاد، دخل تصرفی کاملا هنری است. یعنی اگر این داستان ها در پرتو نبوغ خارق العاده فردوسی قرار نمی گرفت جاودان نمی شد و امروز ما شاهنامه نمی داشتیم، یک چیزی می شد نهایتا مثل تاریخ طبری که البته ارجمند هست اما در گوشه کتابخانه ها میمان. خود استاد بفرمان فسانه کهن بود و منصور بود، طبایع ز پیوند او دور بود. یعنی طبیعت انسان از نسل به دور، این شعر هست که پرواز داره و انسان رو به وجد میاره و مطالب رو جاودان میکنه. اینها این هست که باید قدر کتاب رو بدانیم و از ابتدایی که آغاز میکنه فردوسی نگرش کاملا ایرانی، فضاسازی ایرانی، خداشناسی ایرانی، به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد. نیابد بدو نیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه. بعدی بخوام مقایسه بکنم و اینها، معمولا آدم های ضعیف به وقتی بخوام حقانیت اندیشه ایرانی به سوال بستنن بلافاصله استشهادی میکنن از یک چیز غربی، اما کانت آمد و به اثبات رسوند که ذهنیت ما اساسا ساخته نشده برای ما بعد و طبیعه. یعنی راه ندارد به ما بعد و طبیعه. مقصود اون این بود که ما بعد و طبیعه امر مهملی است. این این داستان است، این بیتی خدمتون خوندم، نیابد بدونید اندیشه راه که او برتر از ناب و از جایگاه. اسلام عظیم خداوند کریم است و رحیم است و غفور است و علیم است و اینها 99 اینا اسماء الله هستند که خداوند تبارک و تعالی. آقا اینا اسماء آدم ها هستن، چی کریم که بله آدمه، آقا صفت انسانی، اختراعات آدم صفات انسانی. ما نمیدانیم خدا چه ماهیتی دارد و نیابد بدونید اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه. و بعد میپرسید آقا اینا چی هستن؟ اینا صفات هستن، صفات خداوند علیم است و قدیر است و کریم است و رحیم است و فلان است و بسار اینها. خب این اگه صفات هست، جدا از وجود که نیست. نه خیر، اگر جدا از وجود خداوند تبارک و تعالی باشد البته شرک است، اینها جزء ذات هستند. بسیار خوب، حالا ببینیم ما چه دوچار مشکلات منطقی میشیم، چه مشکلات فلسفی گرفتاری میشیم. یعنی هیچ یک از این اصول اسلام رو نمیشود ازش دفاع کرد، نه از توحیدش میشود دفاع کرد، نه از وحدتش، نه از نبوتش میشود دفاع کرد، همش مغالطاته. خب اگر این صفات جزء ذات هست، بفرمایید ببینیم که خب واسه فرض کنید که کریم یعنی بخشنده، خداوند بخشنده، انسان که نمیتواند که یک ثانیه بخشنده باشه، یک ثانیه خسیس و لعین باشه، چون جزء ذاتشه مگه نیست؟ مثل که فرض کنید ما یک شمشیر داشته باشیم آبدار، یارو بیاد برای ما تعریف کنم آقا شمشیری دارم که از سختی آهن رو میبره، ولی بعد آخه نرم میشه، میبندمش به کمرم میشه کمربند، خیلی وقتا شونه میشه با سرم، نمیشه آقا همچی چیزی. این که حافظ میگوید که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور و جنان این همه نیست. یعنی این که اگر این بخشش و این کرامت جزء ذات خداست که باید همیشه جاری باشه، نه این که من یه عمری دلا و راست بشم، این پینه ببنده این پیشانیم از بس سرمو گذاشتم زمین و پشتم هوا کردم که حالا بنده برم پای درخت طوبا خدا. اگر خداوند کریم هست همواره کریم هست، اگر رحیم هست همواره رحیم هست، این صفات جزء ذات هست دیگه. اینها بود که از هم پاشید، یعنی واقعا هیچ دفاعی نداره، هیچ کدوم هر دست به سر هم پاشید.
به همین دلیل هم هست که وقتی زرتشت آمده و این مرد بزرگ که متفکر اصیل که واقعا یکی از صاحب اصیل ترین اندیشه هاست، همه اندیشه هاش از خودشه، از هیچ کس ندزدیده، از هیچ کس تقلید نکرده، فکر کرده، گفته آقا اگر که خداوند سرچشمه نیکی هاست بس بدی ها رو کی آفرید؟ خداوند احد و واحد هست و همه چیز رو او خلق کرده است و رحیم هم هست، عادل هم هست. به معنی که نگاه میکنیم میبینیم آقا عدلی در این جهان نبوده، از ابتدا ظلم و ستمکاری بوده، بدبختی بوده، گرسنگی بوده، بیماری بوده، نمیدونم گرفتاری های طبیعت بوده و اینا، پس اینا رو که خلق کرده است در میمانن، اونها رو خلق کردن که البته آدم رو امتحان کنن. والده رو ببینید امتحان چی چیز داره امتحان، ولی ما کی هستیم که بخواد کسی ما رو امتحانم بکنه؟ یعنی خوباز اینجا هم دوچار مغلطه میشه، یعنی خدایی که آدم میفهمه نمیدونه این واقعا چی کار میکنه، میخواد امتحانش هم بکنه. مثل که طلبه آوردیم فیضیه، حالا فرض فرمایید که اصول به او یاد دادیم، حالا میخواد حضرت آیت الله این امتحان کنه امامه بذاره سرش. آقا این چیز مزخرفیست، آقا این حرف همه مهمله، به لحاظ فلسفی مهمله، به لحاظ منطقی باطله همش. یا مسئله نبوت، آقا چه نبوتی، چه داستانی؟ راضی بگر اساسا این داستان غیر ممکن است، ممتنع هست، این بی ادالتی در حق بدیه آدم ها است که کسی بیاد کسی روی آقا من تیشب بله با خدا و تاردان رو یخنی میخوردم برای اونی که من میگم درسته هر چی میگه. اینا کلمات خداست. خب اگه این کلمات خداست اونقدر باید مستدل باشه و انسانی باشه که بلافاصله همه بپذیرن، نه اینکه نپذیرن بعد شما شمشیر بکشید بیفتید دنبال مردم و اینا، یا بپذیرید سر شما رو میبرن اموال شما رو میبرن به زور با فشار. یا داستان معاد، اینا هیچ کدوم قابل دفاع واقعا نیستن. حالا بگردیم فردوسی هم مرد حکیمیست، میداند که اینا قابل دفاع نیستن. این است که از ابتدا گوهره خداشناسی زرتشت رو در کتاب وارد میکنه به نام خداوند جان و خرد، خداوند خرد. اساسا اهورامزدا یعنی درست ترجمه اهورامزداست، یعنی خداوند خرد. وقتی که خداشناسی رنگ اسلامی گرفته به زبان سعدی که برسیم در بوستان بر همون سیاق هست، بر همون عرض میکنم شیوه فردوسی هست، منتها بیشتر وعظ و پند و اندرز و اینهاست، جنبه حماسی ندارد. میگوید به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. یعنی باز این عرض کنم که خالق و مخلوق و این داستان ها که همون خودشه، ولی فردوسی بدین گونه نیست. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، نیابد بدونیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از چگونه. ما میتوانیم خدا رو بگیم رحیم و کریم و جبار و غیر و ظالم، برتر از نامه. بیدید ذهنیت ما به دنجا راه نداره، هرچی میگوییم در باب خودمان هست. اینا صفات انسانیست و غیر و ظالم که حالا برده واردش نمیشه. هیچ کدوم از این اصول دفاع نداره، یعنی شما به واسه که اینو زیر میکروسکوپ منطق میذارید اینا فرو میریزه از بین میره. فقط برای آدمای جاهل از کنم ساخته شده است این آیین و بسیاری آیین های دیگر هم به همین وجه هستن. برای آدمای نادان، یعنی عقل بچه تا کلاس دو و سه و سه کلاس بچه امروز فکر کنم از کلاس سوم ابتدایی بالاتر بره دیگه اینا رو قبول نمی‌کنه، یعنی قد اینها کوتاه میشه در مقابل ذهنی بچه 4 ساله. این است که حواسمون باشد مقصود فردوسی چیست. حالا میگن یه جا گفته است علی، خب یه جا گفته عمر، یه جا گفته مأمون، با تاریخ نگار تاریخ نویس می‌نویسه، مجبور هست تظاهری بکنه که این کتاب به محتوا نگاه کنیم، به درون مایه، به عرض می‌شود که تصویر عمومی و کلی کتاب واسه نگاه کرده که یه جا کتاب رو آقا عمر نمی‌دونم کرد اسلام را آشکار، نمی‌دونم ابوبکر چی بود فلانی حرفا. هیچ علاقه فردوسی به این آدما نداشته، همون که حافظ کوچکترین علاقه به این آدم نداشت، چون فضیلتی جز ادعا نداشتن، فقط ادعا بوده که دیگری نبوده، ادعا بوده در عمل. اما شمشیر، زور، گرفتن زن مردم، اموال مردم، خشونت، آدم کشی، غارت، همه اینا این اعمالشون بوده. ادعا ماشاءالله خیلی زیاد. خب، وارد